سلام و عرض ادب خدمت هنرجویان فرادرسی، امیدوارم عالی باشید. من کیمیا زاره هستم، کارشناس معماری و مدرس و طراح طلا و جواهر در نرم افزارهای ماتریکس و زیبراش. با دوره پیشرفته طراحی طلا و جواهر در نرم افزار ماتریکس در خدمت شما هستم. توی این دوره قرار بر این است که با استفاده از دستوراتی که شما توی دوره مقدماتی آموزشش رو دیدید و همچنین آموزش دستورات جدیدتر و باید و نبایدهای روشهای مخراجکاری و استانداردهای به کارگیری اونها در طراحی به مدل سازی چند مدل ساده تا نسبتا پیچیده بپردازیم. لازم به ذکره که من از ورژن 9 نرم افزار ماتریکس دارم استفاده می کنم که یک یا دو ورژن بالاتر از ورژنیه که توی دوره مقدماتی آموزشش داده شده، ولی خب تفاوت آنچنانی ندارن. فقط چند تا از دستورها ادغام شدن و تغییر کردن که زمانی که بهشون برسیم به طور کامل توضیح میدم. توی فصل اول ما قرار بر این است که یک سری انگشتر ساده ولی بسیار پرفروش رو برای شما مدل سازی کنیم و آموزشش رو بهتون بگم و درسته که بسیار ساده هستن ولی خیلی پرطرفدار هستن و در این حال باعث میشن که شما یک مروری هم داشته باشید بر آموزش هایی که توی دوره مقدماتی دیدید. بدون گزافه گویی من شروع میکنم. برای شروع کار من وارد دستور رینگ ریل میشم، یه حلقه سایز با سایز 55 رو وارد فضا میکنم و کلیک میکنم روی صفحه شطرنجی یا سیپلین. نمای تو فینگرم رو بزرگ میکنم و الان نیاز دارم که یک مرز بیرونی برای ایجاد اون انگشتر بکشم. برای ایجاد مرز بیرونی نیاز به یک سری خطوط راهنما دارم. رنگ لایم رو عوض میکنم و وارد دستور دوم منوی کرپ ها یعنی سینگل لاین میشم. دستور رو انتخاب میکنم و اسنپ کوادم رو اگر روشن نبود روشن میکنم. خب توی ساعت 12 به محض اینکه اسنپ گیر کرد من یک کلیک میکنم، عدد 4.5 رو روی کیبورد تایپ میکنم و اینتر رو میزنم. شیفت رو میگیرم که خطم کاملا صاف باشه و کلیک میکنم روی صفحه تا خط رو برای من ایجاد بکنه. با کلیک راست دوباره وارد دستور میشم. وقتی که کلیک راست میزنید در مفزارش برای شما دستور قبلی که اجرا کردی بودید رو دوباره اجرا میکنه. این بار روی ساعت 3 وقتی کواد گیر کرد به اسنپ کواد گیر کرد یک کلیک میکنم و این بار عدد 2 رو تایپ میکنم و ایتر. مجدد شیفت رو میگیرم که خطم صاف باشه و کلیک میکنم. برای پایین دوباره همون کارا رو تکرار میکنم، منتها عددی که تایپ میکنم عدد 1.5 هستش، 1.5 میلیمتر، شیفت و ایتر. حالا برای ایجاد اون خط من نمیام دور اینای خط بکشم، این کار خیلی ساده تر انجام میدم. دستور سرکل رو انتخاب میکنم توی منوی کرپ ها و من میگه مرکز دایره رو مشخص کن. F4 رو میزنم تا مرکز دایره رو برای من ایجاد بکنه و خطش رو میارم تا پایین اون خط پایینی که کشیده بودم اون 1 میلیمتریه و کلیک میکنم. خب اینو وارد لایه سبز میکنم و لایه رو مجددا سبز میکنم. حالا برای تغییر دادن این، برای اینکه بالاش میخوام یه مقدار بلندتر باشه، کنارش هم باز به همین صورت از دو طرف یه ذره پهن‌تر باشه ضخامتش، میام توی منوی ترانسفر. برای هر تغییراتی ما وارد این منو میشیم، دستور اسکیل 2D رو انتخاب میکنم و چون میخوام از دو طرف به یک اندازه تغییر بکنه، من اول دایره رو انتخاب میکنم، بعد دستور رو انتخاب میکنم و بعد F4 رو میزنم برای نقطه اول. نقطه دوم رو میذارم انتهای دایره‌ام و نقطه سوم رو میذارم انتهای اون خطی که بغل کشیده بودم. حالا ببینیم که بالا و پایین کار هم به همون نسبت تغییر کرده. برای اینکه من بخوام اینها رو تغییر بدم، این بار اسکیل باندی رو انتخاب میکنم چون میخوام از یک طرف کش بیاد. مجدد آبجکتم رو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم. این بار نقطه اول رو میذارم پایین دایره، نقطه دوم رو میذارم بالای دایره و نقطه سوم رو میذارم انتهای اون خطی که توی بالا کشیده بودم. همین دستور رو مجدد اجرا میکنم، آبجکتم رو هم انتخاب میکنم و اینتر میزنم. نقطه اول این بار بالای دایره، نقطه دوم پایین دایره و نقطه سوم انتهای خطی که توی پایین کشیده بودم و بعد مرز بیرونی من به طور کامل مشخص شد. حالا من یک کلیک راست میکنم روی لایه خطوطی که کشیده بودم و خطوط رو هاید میکنم. میشه دلیتم بکنید ولی خب بهتره که خطوط رو همیشه نگه دارید. دوتا خطی که دارم رو، یعنی همون رینگ ریل و اون خط مرز بیرونی که ایجاد کردم رو انتخاب میکنم، از نمای چوپینگر خارج میشم و وارد منوی سالید میشم، دستور اکسترود رو انتخاب میکنم.
میذارم رو حالت بوت ساید، یعنی بوت ساید یس باید باشه. اگه برای شما نو بود کافیه کلیک بکنید روش که یس بشه و بعد عدد 6 رو تایپ میکنم که از هر طرف 6 میلیمتر به من ضخامت بده و در مجموع 12 میلیمتر بشه. حالا این چیزی که من دارم به هیچ عنوان شبیه یه حلقه نیست. من میخوام یه مقدار پایینش باریکتر بشه و بالاش پهن‌تر. در نتیجه میام با یک خط این رو درستش میکنم. میام توی منوی کرپ ها، دستور سوم طبقه اول اینتر کرپ انتخابش میکنم. یک خط بیرون از فضای حلقم میکشم. وسط های فضای حلقه رو حالت تقریبا سمی. یک کلیک دیگه میکنم و نقطه آخر رو میارم باز پایین و بیرون از فضای انگشتر. حتما باید بیرون بیفته. و بعد کلیک سوم رو میکنم و بعد اینتر رو میزنم که خط رو برای من ایجاد بکنم. حالا همین خط رو میخوام اون طرفم دقیقا به همین شکل داشته باشم. در نتیجه باید میرورش کنم. خط رو انتخاب میکنم و دستور میرور رو میزنم. مرکز رو میزنم F4. چون میخوام از نقطه F4 این خط رو برای من آینه کنه. شیفت رو میگیرم که دقیقا مستقیم باشه و کلیک میکنم. حالا دوتا خط جدید رو انتخاب میکنم و این بار به این دوتا خط اکسترود میدم. دستور اکسترود رو انتخاب میکنم و مطمئن میشم که از مرز انگشتر من بیرون بزنه. برای دیده بهتر من دوتا خطم رو مجدد انتخاب میکنم. رنگ لایه‌شون رو عوض میکنم که کاملا برای من قابل تشخیص باشن. و الان میخوام این دوتا صفحه رو کم بکنم از این حجمی که دارم. اول که خب برای من صفحه ایجاد کرد. به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه خطوط من خطوط باز بودن. اگه خط بسته بود مثل اون حجم حلقه‌ای که داشتم برای من یک حجم کامل ایجاد میکرد. ولی خب ما چون به صفحه نیاز داشتیم یه خط باز کشیدیم. حالا من میام این فضا رو میخوام از اینا کم بکنم. یعنی من به این فضای وسط فقط نیاز دارم. برای این کار من نمیتونم از دستور بولین استفاده کنم چون دوتا حجم ندارم. حجم دارم و صفحه. و خب دستور بولین اینجا کار نمیکنه برای من. پس باید چی کار کنم؟ باید از دستور اسپلیت استفاده کنم. حجمم رو انتخاب میکنم. دستور اسپلیت رو انتخاب میکنم و بعد دوتا صفحه‌ای که کشیده بودم رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. برای دیده بهتر من نمای پرسپکتیو رو بزرگ میکنم. حالا میبینید که این ستا رو از هم دیگه جدا کرد برای من. به دوتا حجم کناری هیچ نیازی ندارم. با شیفت هر دو رو انتخاب میکنم و دیلیت رو میزنم. الان من اگه لایه قرمز رنگ رو خاموش کنم میبینید که اینجا ما فقط دوتا صفحه داریم. حجم توپوری نداریم. پس در نتیجه حلقه‌ای وجود نداره. من دوباره صفحه رو میارم برای ایجاد اون دوباره باید اسپلیت بکنم. ولی این بار باید حجم صفحه های سبز رنگ رو از صفحه های قرمز رنگ کم کنم. در نتیجه اول صفحه های قرمز رنگم رو انتخاب میکنم. دستور اسپلیت رو میزنم و بعد دوتا صفحه سبز رنگم رو انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. حالا اضافات رو اگر من پاک بکنم میبینیم که دو تا صفحه هم این وسط برای من ایجاد کرده. ولی خب اینا هنوز از هم دیگه جدا هستن. برای اینکه بخوام یک حجم واحد رو داشته باشم باید همه رو انتخاب بکنم و دستور جوین رو بزنم. الان یک حجم واحد برای اینها به من داد. خب این همین الان به خودی خود یک حلقه کامله که خیلی هم پرطرف داره. ولی من میخوام این وسطش رو هم خالی کنم که یک بار دیگه ما اسپلیت بکنیم و دستور تکرار بشه. وارد نمای تروفینگر میشم. دو تا خط میکشم. در واقع یک خط میکشم و بعد همون رو میرور میکنم. فرقی نداره اندازشی باشه. وسط به سرقه چشمی این رو میکشم فعلا. و بعد میرورش میکنم از نقطه F4 دقیقا بیفته روبروش و شیفت رو میزنم. مجدد همون کارا رو تکرار میکنیم. یعنی من میام به این دوتا خط حجم میدم که تبدیل به صفحه بشه با استفاده از دستور اکسترود. رنگشون رو تغییر میدم برای این که برای من ساده تر باشه کار باهاش. تا دوتا صفحه من انتخاب هستن اول حجم رو انتخاب میکنم. دستور اسپلیت رو میزنم. دوتا صفحه رو ازش کم میکنم. حجم وسط رو پاک میکنم. برای این که این قسمتی که خالی هستن پر بشه هم میتونم از کپ پلنر استفاده کنم. ولی من چون میخوام اینجا دوباره تکرار بشه این بار صفحه رو انتخاب میکنم. دستور اسپلیت رو انتخاب میکنم. حجمم رو میگیرم و اینتر رو میزنم. اضافات رو دوباره پاک میکنم و هر چیزی که باقی موند رو جوین. الان
حلقه من از وسط کات خورد. حالا من میخوام یه سری گوارسه بیارم این وسط، یه سری گولهایی رو بذارم این وسط. حالا توی طراحی میشه مروارید قرار بگیره یا میشه همین گول باشه. برای این کار من وارد نمای لوکینگ داون میشم، از نقطه ابشار توی منوی سالید ها دستور اسفیر رو انتخاب میکنم، مرکزش رو F4 میزنم، تمام اسنپام رو با کلید کنار خاموششون میکنم که مزاحم کار من نشن و نگاه میکنم به حجم بیرونی کارم و کلیک میکنم. شیفت رو میگیرم که دوباره سیم پوینتش بیفته پایین و کلیک میکنم. حالا با استفاده از Alt از همین یه دونه کپی میگیرم بالا، یعنی اسنپ گامبال رو به سمت بالا میگیرم و کلید Alt رو میزنم که برای من یه دونه کپی بگیره ازش. میذارم یه تداخلی هم این گویا داشته باشن، چون موقع ساخت باید با هم دیگه تورفتگی داشته باشن، و همین رو میرور میکنم از F4 به سمت پایین. حالا این ستا رو انتخاب میکنم، یه خورده با استفاده از اسکیل گامبال کوچیکترشون میکنم که داخل این فضا قرار بگیره و توی نمای چوفینگر نگاه میکنم و ستاش رو انتخاب میکنم، میارم بالا تا برسه به مرز رینگ ریلم. این رو هم میبرم توی این لایه و کار ما تمام شد. بریم سراغ مدلای بعدی. برای یادگیری دو مدلی که قراره بهتون بگم نیاز هست که یک دستور خیلی عالی و پرکاربرد رو بهتون آموزش بدم. این دستور توی منوی ترانسفرم و تحت عنوان اری پولار از طبقه اول، دومین دستور از سمت راست. چی کار میکنه این دستور؟ برای شما آبجکت های انتخابتون رو، حالا میتونه یکی باشه یا چند تا باشن، به تعدادی که میخواید حول یک زاویه خاص کپی میکنه. خب برای آموزش اون اول من میام توی منوی سالید یه دونه گول میارم از F4 و حالا یک اندازه همجوری میگه و بعد این رو موقعیتش رو تغییر میدم، میارمش بالا، نمای چوفینگر رو بزرگ میکنم و میرم توی منوی ترانسفرم و دستور اریپولار رو انتخاب میکنم. در اولین مرحله به من میگه مرکزی که میخوای هول اون تعداد آبجکتات کپی بشه رو برای من مشخص کن. من اینجا میخوام مرکزش با مرکز صفحه من یکی باشه، در نتیجه کلید F4 رو روی کیبورد فشار میدم. حالا به من میگه تعدادی که میخوای ازش کپی بشه رو برای من انتخاب کن. من مثلا میزنم تعداد 15 عدد و اینتر رو میزنم. حالا میگه زاویه‌ای که میخوای هول اون به اون تعدادی که انتخاب کردی آبجکت کپی بشه رو برای من مشخص کن. خودش پیش فرض زاویه 360 درجه، یعنی حول یک دایره رو برای من مشخص کرده که من الان به این دستی نمیزنم و مجدد اینتر رو میزنم. الان برای من نشون میده که حول اون زاویه و با اون تعدادی که من میخواستم کپی بشه، اگر که کپی بشه به چه صورت خواهد بود. اگر که برای من قابل تایید باشه اینتر سوم رو باید بزنم، اگر نه کافیه کلید اسکیپ رو فشار بدم و بعد مجدد اون چیزی که من میخوام کپی کنم. حالا من اینتر رو میزنم که شما نتیجه رو ببینید. حالا دونه اولی که من داشتم، یعنی بالایی رو میبرم توی یه رنگ دیگه، به چه علت؟ چون این دونه دونه مادر منه. راینو هیستوری باعث میشه من هر تغییراتی که روی این دونه بدم، اهم از این که من این رو بخوام اسکیلش بکنم، بقیه هم به همون شکل تغییر میکنن. اگر جابجاش کنم بقیه هم جابجا میشن. هر کاری که من روی این بکنم، اگر روتیتش بکنم باز بقیه روتیت پیدا میکنن و یک چرخش میگیرن. دونه های دیگه هم تحت تأثیر دونه اول و دونه مادر قرار گرفتن. اگر که من بخوام از این تأثیر خارج بشه، کافیه من این رو کات بکنم یا بیام اسپلیتش بکنم یا هر عملی که مثلا اکسپلود و اینها روی این انجام بدم، باعث میشه راینو هیستوری این از بین بره، یا اینکه همه رو انتخاب بکنم و جابجا یا روتیتشون بکنم. راینو هیستوری رو اینها از بین میبره. اگر که من بخوام یک دونه رو تغییر بدم بدون اینکه راینو هیستوری از بین بره، یعنی من بخوام این دونه برای خودش یه حالت خاصی بگیره ولی اینا هنوز تحت تاثیر این باشن، کافیه که من این رو یک بار جابجا بکنم و بعد به حالت قبلی برگردونمش. تحت یک عدد خاصی من جابجاش میکنم، مثلا 2 و بعد تحت همون عدد من یه 2 رو میزنم که برگرده به جای قبلیش. حالا اگر که من این رو بیام تغییرش بدم،
میبینید که بقیه تغییر کردن ولی اون سر جای خودش مونده. میتونید با خاموش کردن راینو استوری هم این کار رو انجام بدید، ولی من پیشنهاد نمی کنم. کلا همیشه بذارید راینو استوری روشن بمونه، با فعالیت های دیگه بیاید این راینو استوری رو از بین ببرید اگر که نیاز دیدید، چون راینو استوری خیلی به درد بخوره توی کار ما. پس خیلی این دکمه اینجا روش کلیک نکنید بهتره. بعضی کلا کارشون اینه که اینو روشن خاموش کنن، بعضی هم نه، مثلا خود من به شخص ترجیح میدم با این استوری من همیشه روشن بمونه. حالا میایم حالتهای دیگر رو بررسی میکنیم. من این رو پاک میکنم یا کنترل زد میزنم که برگردم به همون دونه اولی که داشتم، مجدد انتخابش میکنم و دستور اری پولا. حالا اینجا سنترش رو این بار یه نقطه‌ای توی صفحه همینجوری کلیک میکنم، اینجا مثلا تعداد رو میذارم 15 تا باشه و زاویه رو هم باز تغییر میدم، مثلا میزنم 90 درجه. میبینید که تحت این نقطه داره تکونش میده و 90 درجه از صفحه رو برای من مشخص کرده و من اگر که اینتر رو بزنم اینجا برای من یک چیزی گذاشته. مثلا آبجکت شما ممکن اینجا می بود و شما می‌خواستین تحت این زاویه برای شما یک چیزی رو تکرار بکنه، حالا من میتونستم به تعداد کمتری بذارم. حالا اگر که من برگردم عقب و باز به گونه اولم برسم، این بار روی اره پولار اگر کلیک کنم و همون سنتر F4 رو مثلا بزنم، باز به خاطر همون راینویسر معمولا تنظیمات آخری که من برای نرم افزار گذاشتم رو برای من نگه میداره. یعنی من اگر عدد 15 رو برای تعداد گذاشتم همیشه رو 15 تا زمانی که من تغییرش بدم و مجدد. حالا من اگر که با همین عدد بخوام، میبینید که اینجا زاویه‌ای هم که داده باز تغییر کرده. توی کامنبار زاویه 90 درجه رو برای من نشون داده. اگه من میخوام این بار مجدد طول زاویه 360 باشه، حتما باید عددش رو تایپ بکنم و در اینتر رو بزنم. نکته ای که وجود داره، اری پولار برای شما روی همون ویوپورتی که فعاله کار میکنه. یعنی اگر که من دارم به چهارنما نگاه میکنم و موس من توی ویوپورت لوکینگ داون فعال باشه و این لوکینگ داون برای من سبز رنگ باشه، اگر که من بیام این رو اری پولار بکنم، میبینید که یه دونه آبجکت رو به خاطر اینکه ویوپورت فعال من نمای لوکینگ داون بود، همه رو توی اون نما برای من به همون تعداد کپی کرد. اگر من الان روی آبجکت هم کلیک بکنم، سلکشن منو رو که برای من میاره، میبینید که 15 تا سرفیس رو برای من یه جا گذاشته. یعنی از همون یه دونه آبجکتی که داشتم 15 بار برای من کپی کرده سر جای خودش. و حالا اگر که من میخواستم توی نما تروفینگ باشه، باید میومدم توی همین نما کپی میکردم، بعد یه بار کنترل زد بزنم و بعد بیام این نما رو فعال بکنم و بعد اینجا کپی کنم. خیلی پیش میاد که شما حواستون نیست، نگاهتون به نمای تروفینگره، منتها نمای لوکینگ داون برای شما فعال است، موستون داره توی اون نما کار میکنه و بعد یهو کپی رو میزنید ببینید چه اتفاقی نیفتاد، در صورتی که اون اومده همونجا برای شما اون تعدادی که خواستید رو کپی کرده، منتها به خاطر اینکه نمای فعالتون اون نمایی نبوده که میخواستید متوجه تغییرات نمیشید. اگر که دیدید این مشکل پیش اومد، حتما چک کنید این قضیه رو، برگردید کنترل زد بزنید و دوباره توی اون نمایی که میخواید دستور رو اجرا کنید. خب حالا بریم با این چیزی که یاد گرفتیم چند تا مدل رو طراحی کنیم. من در ابتدا میام یه دونه رینگ ریل میارم با سایز 55 و وارد صفحه میکنمش. حالا توی نمای لوکینگ داون من میام یه دونه تورس میارم از F4 و بعد این رو میبرم بالا. حالا یه خوردم میخوام کوچیک‌تر باشه، میام روی اسکیل گامبال کلیک میکنم. واسه اینکه اسکیلم دودی نباشه شیفت رو میگیرم. شیفت رو که بگیرید اسکیلتون 3D میشه، از همه طرف‌های آبجکتتون اسکیل میکنه. و بعد این رو میام اری پولار میکنم از F4 به تعداد 4 تا و بعد 4 بار اینتر رو میزنم. حالا اینا از همدیگه فاصله دارن، من دوباره میتونم این رو اسکیلش کنم یه مقدار، یه مقدار بیارمش پایین تر، مجدد یه ذره پایین تر که اینا تو هم رفتگی داشته باشن. شیفت رو میگیرم یه ذره کوچیک‌ترش میکنم. خب الان یه دونه گوی میارم مجدد از F4 تا این تداخل اینا رو یه خورده بپوشونه و بعد اینتر میکنم. خب برای اینکه دید بهتر نسبت به کارم داشته باشم توی نمای پرسپکتیو چکش میکنم. حالا میام روی دونه مادر که این باشه کلیک میکنم، توی نمای ساید ویو یه ذره این روتیتش میکنم، یه مقدار خیلی کم.
میبینید که به خاطر اینکه من دونه مادر رو روتیت کردم، بقیه هم به همون نسبت روتیت شدن و تغییر کردن. حالا هر چهارتاش رو انتخاب میکنم، میبرم بالا تا برسه به رینگ ریلم. من میتونستم یه ذره روتیت این رو بیشتر کنم، در نتیجه کنترل زد رو میزنم چون از رنوستوری اونجا خارج شد، بخاطر اینکه من همه رو با هم گفتم اگر که موو بکنم از رنوستوری خارج میشه. یه مقدار خیلی کمه دیگه هنوز روتیتش میکنم. الان میگیرم همه رو میبرم بالا و یه ذره هم اسکیلش میکنم که پهن‌تر بشه. حالا از کنار دوباره شیفت رو میگیرم اسکیل میکنم ذره جمع‌تر بشه و بعد کاتو فینگر ریلشون میکنم توی منوی کاترز دستور چهارم از سمت راست. اضافات رو برای من برید. وقتی که اومده بود داخل هر سایز من باعث میشد که کوچیکتر بشه سایز انگشتر من، در نتیجه من کاتو فینگر ریلش میکنم. خب حالا همه اینها رو انتخاب میکنم و میرم تو نمای ترو فینگر، اریپولارش میکنم، سنترش همون مرکز میخوام باشه. تعداد رو اینجا باید یه تعداد خاصی بدانم که ببینم تداخل اینها با هم دیگه مناسب باشه. فعلا من 8 تا میذارم باشه و بعد اینتر میکنم. الان تداخلشون به نظر مناسب میاد. اینتر رو میزنم، میرم توی نمای پرسپکتیو چکش میکنم، بله تداخل اینها مناسبه و بعد میشه انگشتر اول من. حالا برای مدل بعدی که قطعاً خیلی توی مغازه ها دیدیدش، من اینو میارم کنار، مجدد یه دونه دوی میارم از F4. عدد البته ردیوس، اگر که دایمتر نبود شما اگر ردیوس بود بعد بکنیدش دایمتر، دایمترش یعنی قطرش رو میذارم روی دونی و بعد دونم رو میارم بالا یه ذره از وسط بالاتر، اینجا مناسبه. مجدد همین رو میام اریپولار میکنم، میام توی ترانسفرم دستور اریپولار از F4، تعداد رو این بار میذارم 25 تا و میبینید که همشون این مدل رو قطعا خیلی دیدید. حالا من دونه مادر رو، البته همه دونه رو انتخاب میکنم، انگشتر کنار رو از انتخاب خارج میکنم و بعد اینها رو کاتو فینگر ریلشون میکنم که اضافاتی که رفته داخل هر سایز من از بین بره. و حالا اگه من بخوام یه رج دیگه به این اضافه بکنم، در صورتی که بیفته وسط اینها، یعنی دقیقا شبیه این نباشه، کافیه روی رنگ لایم یه کلیک بکنم، من این رو خارج میکنم و بعد توی نمای لوکینگ داون بیام با گرفتن فلش رو به پایین گامبل و زدن کلید آلت یک کپی ازش بگیرم، دردی که تداخلی با همدیگه باز داشته باشن و بعد رنگ اینا عوض کنم و تا زمانی که توی انتخابه میام روی روتیت کلیک میکنم، مرکز روتیتم رو مجدد میذارم F4، انتها رو شیفت رو میگیرم که مطمئن باشم بالا رو برای من انتخاب میکنه و یک کلیک میکنم این رو، یه دستم رو از روی شیفت برمیدارم، این رو به صورت چشمی تا جایی میارم که این وسط اینا قرار بگیره و بعد کلید دوم رو که بزنم میبینید که برای من اینو اوورد، یه رج دیگه کپی کرد و در این حال چرخوندش که توی یک راستا نباشم و یکی در میون قرار بگیرم. حالا من اگه بخوام از همین رج کپی هم بالا داشته باشم، کافیه روی رنگ لایش کلیک راست بکنم و بعد توی نمای لوکینگ داون این رو بیام یه میرور ازش بگیرم، از F4 شیفت رو میگیرم که مستقیم باشه و بعد کلیک میکنم. این دوتا انگشتریه که ما با استفاده از دستور بسیار عالی اریپولار طراحیش کردیم. توی مدل بعدی من میخوام از همون دستورات قبل استفاده کنم، پس یه رینگ ریل سایز 55 رو وارد میکنم، یه دونه دایره میکشم، دقیقا اندازه رینگ ریلم. چرا خود از خود رینگ ریلم استفاده میکنم؟ چون نیاز دارم به وجودش. در نتیجه من مرکز دایرم رو میذارم F4 و میام اسنپش میکنم با یه نقطه روی رینگ ریلم و کلیک میکنم. لایه رینگ ریل رو فعلا خاموش میکنم. این دایره که دارم رو میام کنترل پوینت راش رو با دستور ریبیلد تغییر میدم. میکنمشون تعدادش رو 16. اگه برای شما عدد دیگه ای بود
تعداد پوینتش رو بکنی 16 و دیگریش رو بذارید 3. پس من الان اوکی میکنم و کنترل پوینت ها رو روشن میکنم. الان میام یکی در میون این کنترل پوینت ها رو انتخاب میکنم. خب بعد از انتخاب از نمای چوفینگر خارج میشم و تا زمانی که انتخاب میام این فلش موو گامبال رو انقدر میارم پایین تا به یه هلال خاصی برسم و اسکیپ رو میزنم که از انتخاب کنترل پوینت ها خارج بشم. حالا این رو میبرم روی نقطه مرکز با گرفتن این مربع وسط و فشار دادن کلید F4. میام توی منوی سالید و دستور پایپ رو اجرا میکنم. مجدد الان روی ریدیوسه میکنمش دایمتر چون میخوام بر اساس قطر به من حجم بده و میذارمش روی قطر 2 میلیمتر. اینتر رو میزنم تا برای من ایجادش کنه. رینگ ریلم رو آن میکنم و حجمی که ایجاد شده رو بعد از انتخاب کات فینگر ریل میکنم توی منوی کاترز. حالا اضافات رو برای من برید. من این رو میارم یه مقدار پایین تر از رینگ ریلم و یه دونه با گرفتن فلش بالا و زدن کلید آلت کپی میگیرم ازش تا جایی که اینا کاملا تو هم رفتگی داشته باشن. خب این پایین نباید هیچ فضای خالی به وجود بیاد. دوتا رو انتخاب میکنم و میرورشون میکنم توی نمای لوکینگ دم. دوباره F4 رو میزنم و شیفت رو میگیرم. خب این دوتا از هم دیگه فاصله دارن، در نتیجه میارمش یه خورده بالاتر به خاطر راینوی ستوری. اون آبجکت هایی که میرور گرفته بودم ازشون رو هم همراهش تکون میده. خب الان این فضای بین رو حالا ما بعدا میتونیم سنگ بذاریم با استفاده از دستور هد بیلدر یا بزل بیلدری که در آینده توضیحش میدم، یا اینکه حالا من صرفا الان گوارسه میذارم. در نتیجه میام توی منوی سالید و توی دستور اسفیر یه دونه از F4 گوی میکشم. توی نمای مختلف این رو تکونش میدم تا به اون نقطه‌ای که میخوام برسه و قرار بگیره. الان این رو به تعدادی که اینجا من فضای خالی دارم که فکر میکنم 8 باشه کپیش میکنم با دستور اری پولار. دستور رو میارم، سنتر رو میذارم روی F4، تعداد رو میذارم روی عدد 8 و اینتر میزنم. خب الان تمام گویا رو انتخاب میکنم و همه رو با هم کاتو فینگر ریل میکنم. خب میبینیم که به همین سادگی یه مدل انگشتر حالا تا حدودی زیبا برای ما ایجاد شد. خب من این رو میارم کنار برای نشون دادن حالا که شما میتونید خیلی ایده پردازی کنید با استفاده از این. در واقع این آپشنی که توضیح دادم، من همه اینا رو انتخاب میکنم و کلیک راست روی رنگ لایه‌شون. فقط شما با تغییر کنترل پوینت میتونید مدل‌های متنوعی بسازید. حالا این یه نمونهش بود و یکی دوتا نمونه دیگه هم براتون توضیح میدم. من اینو بیارم عقب‌تر. مجدد یه دونه دیگه دایره میکشم از F4 و هم اندازه با رینگ ریلم. انتخابش میکنم، کنترل پوینتاش رو تغییر میدم به همون عددی که گفتم و کنترل پوینت ها روشن، انتخاب یکی در میون و جابجایی. دو تا اشتباه انتخاب کردم. در نتیجه کلید کنترل رو میگیرم، اونی که اشتباه از انتخاب خارج میکنم و بعد کلید شیفت رو میگیرم و اونی که میخوام رو وارد انتخاب میکنم و الان تغییر میدم. حالا من میتونستم یا مثلا این یکی رو یه خورده بیشتر جابجا کنم، این یکی رو بیارم یه ذره پایین‌تر، عقب‌تر، حالت مواج خاصی بهش میده، میارمش توی سالید و دستور پایپ اندازه هم 2 میلیمتر و اینتر رو میزنم. خب من با این میتونم 1000 تا شکل در بیارم. میتونم مثل حالت نبض ضربان قلب درش بیارم یا اینکه مدل های دیگه مثل موج دریا میتونم درش بیارم. ولی من میخوام یه کار دیگه بکنم با این. میام رینگ ریلم رو انتخاب میکنم، لایم رو عوض میکنم که بتونم اون یکی لایه رو آف کنم. رینگ ریل رو انتخاب میکنم، براش پروفیل میذارم با کلید F6 و اد پروفایل رو میزنم. به پروفایل ساده براش میذارم، میذارم عرضش همینقدر بمونه، ارتفاعش رو میارم حدوداً 2 میلیمتر. شیفت رو میگیرم که اعدادم اعداد روندی باشن و روی 2 2 10 خوبه.
یه ذره هم ارزش رو حالا به نسبه کمتر میکنم، مثلا میمونیم خوبه و اینتر رو میزنم. حالا میریم توی دستور سویپوان. تغییراتی که توی این ورژن اعمال شده، قبلا خب ما یه سویپوان داشتیم و سویپوان هیستوری و سویپ تو و سویپ تو هیستوری که توی ورژن جدید هر دو دستور رو ادغام کرده توی یک دستور، یعنی دیگه شما صرفا سویپوان و سویپ تو دارید که هر دو هیستوری دار هستن. من وینگریلم رو انتخاب میکنم، دستور سویپوان و پروفایلم رو انتخاب میکنم. حالا اون حجمی که داشتم رو میارم یک مقدار توی نمای تو فینگر نگاه میکنم و با گامبال و گرفتن کلید شیفت این رو بزرگترش میکنم تا جایی که تقریبا حدودی از اون پروفیلی که داشتم رو اشغال بکنه و بعد جابجاش میکنم تا تقریبا بیفته وسطای حلقه. الان کافیه که اینها رو از همدیگه بولین بکنم. میام توی منوی کاترز، آخرین دستور دستور بولین و اینجا اول میگه آبجکت هم رو انتخاب کنم و جایگذاری کنم و بعد اون چیزی که ازش میخوام کم بشه وارد کاترزش میکنم و دو بولین رو میزنم. وقتی که از این طریق از دستور استفاده میکنی دیگه کنترل زد روش کار نمیکنه، فقط در حد یک بار عقب گرد آن دو بولین رو داری. پس بهتره توی این مرحله از کارتون وقتی که به بولین میرسید همچنین یه سیو از کارتون بگیرید. حالا من دو بولین رو میزنم، برای من حجم رو کم کرد. حالا شما اینجا هم میتونید به همین سادگی بذارید بمونه، هم میتونید داخلش گوارسه بچینید، هم میتونید سنگ بذارید. خب توی قسمت آخر از فصل یک میخوایم دوتا مدل طراحی کنیم که یک مروری بکنیم بر دستورات لافت و سویپ وان. اول باید بگم که در صورتی که به شما اومدن یه سایز حلقه دادن برای طراحی، سایزی که میگیری توی نرم افزار معمولا باید یک الا دو سایز از سایزی که به شما داده شده بزرگتر باشه، به این دلیل که موقع ریخته‌گری کار یه مقدار انقباض پیدا میکنه و سایزش کوچیک میشه. در نتیجه همیشه یک و نیم دو سایز بزرگتر بگیرید که این مشکل پیش نیاد بعد از ریخته‌گری. و اگر که به شما سایزی ندادم و اصطلاحا گفتن سایز ویترین طراحی کنید، سایز ویترین برای خانوم ها بین سایز 53 تا 55 و برای آقایون معمولا بین سایز 60 تا 62 هستش. خب بریم سراغ طراحی مدل اول. من برای این کاری ریبن رینگ ریل رو میارم، سایز 55 واردش میکنم و بعد برای اون با F6 پروفیل میذارم، با اد پروفایل. خب ارزش رو میذارم روی عدد 5 و ارتفاعش رو میذارم روی عدد 1.5. حالا این رو یه دونه دیگه میخوام بیارم این کنار، عد رو میزنم و بعد پوزیشن آن کروش رو تغییر میدم، میذارم روی 45%. 45 یک مقدار بالا میذارم روی 42. خوبه. خب حالا میخوام یک ذره هم از فضای رینگ ریل من بیاد بیرون تر، در نتیجه ایکس آفستش رو یک مقدار کم میکنم تا بیاد بیرون تر و اینتر رو میزنم. حالا من میخوام از این دقیقا سمت مخالف و بالا داشته باشم. برای این کار من سه تا راه دارم. اول که بیام پروفیلم رو انتخاب کنم با استفاده از روتیت و کپی یس از F4 و شیفت این رو یک بار بگیرم و بندازم سمتی که میخوام و اینتر رو بزنم. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که من این رو دوبار میرورش کنم. میرور رو میزنم، از F4 شیفت رو میگیرم، یک بار میفته این سمت و دوباره شیفت رو میگیرم، از F4 میندازمش این سمت و بعد اون یکیه وسط رو پات میکنم. روش سوم هم اینه که من بیام این رو بگیرم و اری پولارش بکنم، بیام توی منوی ترانسفرم اری پولار از F4 تعداد دو عدد و اینتر رو بزنم. هر ست های این روش ها کار میکنه، بعد ببینید که شما با کدومش راحت تر هستید. خب الان میام توی منوی دوباره پرسپکتیو و دستور سویپ وان رو اجرا میکنم. توی منوی سرفیس ها اولین گزینه به من میگه اول ریلت رو انتخاب کن و بعد پروفیل ها. پروفیل ها رو به ترتیب ساعتگرد انتخاب میکنم و اینتر رو میزنم. الان جهتاشون و
محل قرارگیریشون اشتباهه. هر ستا رو میارم وسط و توی یک جهت و بعد از اینکه درست کردم اینتر رو میزنم. حالا برای اینکه این دو طرفی که بازه رو ببندم یا توی منوی سالی، دستور کپلنر برای من انتهای صاف رو میبنده. خب الان من اینجا میتونم گوارسه بذارم، میتونم نگین بذارم، میتونم سنگ درشت بذارم یا هر کار دیگه که میخوام بکنم، ولی برای ساخت رکاب انگشتر بایپس از همین روش میرن. ولی اگر من خواستم این لبه یک مقدار باریکتر باشه، کافی این رو انتخاب کنم و F6 رو بزنم MSR و بیام این پروفیل رو یک مقدار تغییر بدم و مجدد همون دستورات رو. حالا دیدیم که این قسمت هم باز تغییر کرد، ولی خب حالا چرا این تغییر نکرد؟ بخاطر اینکه کپ باعث شد هیستوری این از بین بره. در نتیجه من کنترل زد میزنم و از اینکه کپ بذارم این کار رو میکنم. F6 و MSR ارزش روی خود تغییر میدم و الان میبینید که انتهاش هم تغییر کرد. خب من برمیگردم عقب برای یه مدل دیگه که میخوام. این رو پاک میکنم. ما گفتیم ساعتگرد میام ریلا رو انتخاب میکنیم. ولی اگر که این کار رو نکنیم چی پیش میاد؟ دوباره سویپان و ریل اول و پروفیل ها. این بار به جای ساعتگرد من میام پاد ساعتگرد رو انتخاب میکنم. سیم پوینت ها رو درست میکنم و اینتر رو میزنم. حالا قبل از اینکه من بخوام تغییر بدم و اینتر رو بزنم تا کار برای من انجام بشه، اول بگم چرا اینجوری شد. به خاطر اینکه خود نرم افزار میاد دایره رو در واقع جهت چرخشش رو جهت ساعتگرد میذاره. برای مثال اگر شما روی کاغذ میخواستید این دایره رو بکشید، نقطه شروع کشیدنتون اینجا بوده و بعد به این سمت حرکت کردید و اومدید تا به نقطه پایانی رسیدید. و در نتیجه وقتی که من این رو پاد ساعتگرد انتخاب میکنم، برای من یک دایره کامل رو در نظر نمیگیره، میاد این سمت از دایره رو برای من انتخاب میکنه و خودش به صورت ساعتگرد این رو نقطه شروع میذاره و میرسه به اینجا. حالا من اگر که کلوزد سویپ رو بزنم که اون ور رو هم بخواد ببنده، به یه همچین شکلی میرسه. من این وسط بسته است و این کنار هم به این صورت. حالا ما میخوایم به همین شکل برسیم. من برای مدل بعدی میخوام این رو کافی یک بار توی نمای لوکینگ داون میرورش کنم. از F4 شیفت رو میگیرم و ایجادش میکنم و مدلی که ما طراحی کردیم به این صورت شد. خب برای مدل بعدی که گفتیم با دستور لافت هستش، من این دوتا رو انتخاب میکنم، کنترل جی رو میزنم که گروه بشم و توی گروه قرار بگیرم و رنگ لایه‌شون رو هم عوض میکنم و این رو موو میکنم کنار، رنگ لایش رو خاموش میکنم، پروفیلام رو انتخاب میکنم و هایدشون میکنم چون دیگه بهشون نیاز ندارم برای مدل بعدی. میام توی نمای تروفینگر یه دونه خط راهنما میکشم به اندازه 1.5 شیفت رو میگیرم که خطم صاف باشه و اینتر میکنم. رنگ لایه رو عوض میکنم که برای من قابل دید باشه. خب یه دونه کمان از منوی کرو طبقه اول میکشم از هر جای خارج از این فضای رینگ ریل. شیفت رو میگیرم که انتهای کمانم خط مستقیم باشه. هر جایی که بخوام فرق نمیکنه، شما اینجا میتونید بکشید یا اینجا، کلیک میکنم و به اندازه 1 میل تقریبا بهش ارتفاع میدم. حالا کمانم رو انتخاب میکنم، گزینه موو رو میزنم و میارم تا اسنپم به وسطش گیر کنه و اون رو میارم تا انتهای اون خط راهنمایی که کشیده بودم. حالا مجدد کمون رو انتخاب میکنم و دستور اریگولار رو میزنم. سنتر F4 تعداد 4 عدد و اینتر رو 3 بار به سر هم میزنم. تمام خطوطم رو انتخاب میکنم و تریم اضافات رو پاک میکنم و بعد از ترین همیشه جوین. وقتی که برای من نوشت کلوزد کرو یعنی کار من درست انجام شده. حالا میام از این خط جدید یه دونه آفست میگیرم به اندازه 1.5 میلیمتری که داده بودیم برای اول کار. خب خط
دوم رو انتخاب میکنم. خب الان این خط مشخص خیلی فاصله داره با رینجل من میخوام این فضای داخلی انگشترم باشه. توی مدل اصلی که حالا این مدلی که ما داریم طراحی میکنیم به مدل فرانکگری مشهوره، به خاطر اینکه طراحش معمار معروف فرانکگری هستش و خب خیلی هم کار پرطرفداری شد به نسبت کارهای دیگه ای که طراحی کرده بودم توی صنعت طلا و جواهر. و داخل کار اصلی اگر که حالا سرچش هم بخواید بکنید یک حالت کوشن و تقریبا بین مربع و دایره داره. برای این کار من باید این گوشه ها رو یک مقدار گردتر بکنم. در نتیجه میام توی طبقه دوم منوی کرپ ها ما دوتا دستور برای این کار داریم. فیلت کرپس و فیلت کورنرز. فیلت کرپس و فیلت کورنرز یه اختلاف خیلی کمی با هم دیگه دارن. فیلت کرپس فقط میاد اون دوتا خطی که شما داده بودید رو براتون به اون نسبتی که میخواین و اون درجهی که میخواین گرد میکنه. فیلت کورنرز میاد تمام گوشه های یک خط رو برای شما به اون نسبتی که دارید میدید گرد میکنه. حالا من در نتیجه اینجا چون میخوام هر چهار گوشه به یک اندازه تغییر درجه داشته باشن، فیلت کورنرز رو انتخاب میکنم، عدد 6 رو تایپ میکنم و هر چهار گوشه رو برای من به یک میزان تغییر میده. خب حالا باز این از رینگ ریل من بزرگتره و اینجا دیگه نمیام تغییری به اون بدم، منتها اگر که این کار یا کارهای این چنینی رو به شما سفارش دادن، برعکس اون حرفی که من اول ویدیو زدم که گفتم همیشه یک الی دو سایز بیشتر بگیرید، این رو دقیقاً به همون سایزی که به شما داده شده میگیرید، بخاطر اینکه خود کار قطعاً بزرگتر از اون سایزی که میزنید در میاد و بعد از ریختگری دقیقاً میرسه به همون کار. گاهن بسته به اینکه این دورور چقدر بزرگتر باشه شما حتی میتونید یک سایز کوچیک‌تر هم بگیرید. خب الان هر دو خط رو من انتخاب میکنم، شیفت رو میگیرم، خط دوم رو هم انتخاب میکنم، میام توی نمای لوکینگ داون و این رو به اندازه 2 میل جابجا میکنم و بعد همین رو میرور میکنم به سمت مخالف از F4 و دوتا خط جدیدم رو برای اینکه هیستوری باعث نشه هر دو با هم تغییر کنن دوتا خط جدید رو انتخاب میکنم و توی نمای تروفینگر بهش روتیت میدم. از F4 شیفت رو میگیرم، میام بالا، یک کلیک میکنم و بعد عدد 12 رو تایپ میکنم برای اینکه 12 درجه اختلاف زاویه پیدا کنه. حالا میام توی نمای پرسپکتیو. بچه‌ها خیلی مهمه که موقع کار مدام نماهاتون رو عوض کنید و تو نمایی که راحت تر هستید کار کنید و اون رو به صورت بزرگ داشته باشید. خب الان من میام وارد منوی سرفیس ها میشم، دستور لافت رو انتخاب میکنم. دستور لافت چه دستوری بود؟ دستوری بود که میومد بین دو تا خط بدون اینکه هیچ پروفیلی وجود داشته باشه برای ما صفحه ایجاد میکرد. الان من دو تا خط هم رو انتخاب میکنم، اول داخلی ها رو میگیرم، فرقی هم نداره، و بعد محل سیم پوینتشون رو مشخص میکنم، جهتشون رو مطمئن میشن که توی یک جهت هستش و بعد اینتر رو میزنم تا صفحه رو برای من ایجاد کنه. همین کار رو 3 بار دیگه انجام میدم. دو تا خط کنار، اینتر، اون سمت و دو تا خط انتها و بیرون. خب وقتی که هر چهار صفحه من ایجاد شد انتخابشون میکنم و جوین میزنم تا یک حجم سالید رو برای من ایجاد بکنم. این هم از مدل سازی آخر فصل اول. امیدوارم که تمرینات خیلی خوبی داشته باشید.